کمیسیون عالی انتخابات مصر مهلت دو روزه رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری را یک روز دیگر تمدید کرد و امروز چهارشنبه مراکز اخذ رأی باز هستند. همانطور که خبرنگار یورونیوز در قاهره میگوید، این تصمیم به گفته کمیسیون عالی انتخابات مصر به آنهایی که به دلیل فاصله مکانی فرصت شرکت در انتخابات نداشتند امکان میدهد تا بتوانند رأی دهند. اما برخی این تصمیم را به عنوان تلاشی برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات خواندند، آنچه که ضعیف تا متوسط ارزیابی شده است. میزان مشارکت در این انتخابات تا کنون 37% گزارش شده. بسیاری از شهروندان مصر به ویژه جوانان که 60% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند این انتخابات را تحریم کردند. من چند بار در انتخابات شرکت کرده و در آخر چیزی به دست نیاوردم. رأی من 5 بار قبل دور انداخته شد. این انتخابات ارزش شرکت در آن را ندارد. مطمئناً سیسی برنده انتخابات خواهد بود و در هر حال نیاز به شرکت ما در انتخابات نیست. این بیشتر یک نمایش است و مردم هم آن را کامل می‌کنند و ما باز به رژیم قبلی باز می‌گردیم. به نظر می‌رسد تحریم انتخابات از سوی جنبش اخوان المسلمین میزان مشارکت رأی دهندگان را به یک چالش بزرگ برای ژنرال عبدالفتاح سیسی، نامزد اصلی و برنده احتمالی این انتخابات تبدیل کرده است.